دتلگراف چاپ انگلستان. غرب نسبت به خاورمیانه در گمراهی است. نگاهی به رژیم ایران، تهدیدآمیزترین رژیم منطقه بیندازید. از زمان انتخاب روحانی بسیاری در ملأ عام اعدام شده اند. در ماه ژوئن مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران در یک گرد همایی 100 هزار نفره در پاریس گفت بدون آزادی بیان و آزادی احزاب و زندانیان سیاسی و دست برداشتن از مداخله در سوریه و عراق و تسلیحات اتمی نمیتوان از میان روی صحبت کرد. دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در هر فتنه و فسادی در منطقه دست دارد. به عنوان پشتیبان اصلی رژیم اسد در سوریه، در پشت رژیم فاسد مالکی در عراق و حتی از قرار معلوم به عنوان یک متحد اخوان المسلمین در مصر. کریستوفر بوکر، دتلگراف، 17 اوت 2013. بار دیگر جهان غرب با بهت و حیرت و عاجزانه به تحول اسفباری که در سراسر خاورمیانه رخ می‌دهد خیره شده است. در حالی که مصر در هرج و مرج خونین غرق شده است، سرخوشی خام خیالانی که دو سال پیش از بهار عرب استقبال کرد، به نظر میلیون ها کیلومتر فاصله گرفته است. یک فاجعه حتی بزرگتر از آن سوریه را در کام خود گرفته است. خشونت با یک انفجار عظیم علیه متحدان حزب الله بشار اسد به لبنان باز می گردد. هزاران نفر در کشمکش های فرقه‌ای که میراث غرب برای عراق است به قتل می رسند. و در این حال گفتگوهای صلحی که توسط آمریکا بین اسرائیل و فلسطینیان جوش خورد بیش از هر زمان دیگری متروکه به نظر می رسد. ولی ناتوانی غرب در دریافتن واقعیت‌های سیاست‌های خاورمیانه در هیچ کجا واضح‌تر از رویکرد خودفریبنده آن در رابطه با قدرتمندترین و تهدیدآمیزترین رژیم منطقه یعنی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران نیست. جدای از سرکوب بی‌رحمانه مردم خودش، رژیم تهران تقریباً در هر فتنه و فسادی که در منطقه وجود داشته باشد دستی دارد. به عنوان پشتیبان اصلی رژیم اسد در سوریه و گروه‌های ترور مانند حزب الله در حضور پنهانی خود در پشت رژیم فاسد مالکی در عراق و حتی از قرار معلوم به عنوان یک متحد اخوان المسلمین در مصر. با این وجود اخیراً دوباره ساده لوحی بی حد و حصر غرب را در پاسخ سیاستمداران و رسانه‌ها به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور را دیدیم که چگونه به او به عنوان یک مدره و اصلاح طلب که ممکن است دربها را به روی روابط بهتر بین ایران و غرب بگشاید پیام فرستادند. چیزی که به نظر می رسد بسیاری در غرب از درک آن عاجزند این است که ممکن است روحانی یکی از 8 کاندیدایی باشد از میان 800 کاندیدای اولیه که توسط ولی فقیه به او اجازه رقابت در یک انتخابات شدیداً هدایت شده داده شد. ولی به مدت بیش از 20 سال او یکی از کارگزاران اصلی رژیم بوده که در قلب سیستم‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی آن خدمت می‌کرده است. دتلگراف نوشت از زمان انتخاب روحانی هزاران ایرانی زندانی شدند و بسیاری برای ارعاب مردم و علیه مخالفت به قوه در کشور در ملأ عام اعدام شدند. با این وجود این فردی است که گفته شده میان رو و اصلاح طلب است. رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی در ماه ژوئن در یک گردهمایی 100 هزار نفری در پاریس گفت تا زمانی که تمامی مردم آزادی بیان و حق تشکیل احزاب سیاسی را به دست نیاوردند و تمامی زندانیان سیاسی آزاد نشدند و رژیم دخالت‌های جنگ طلبانه خود در سوریه و عراق را متوقف نکرده و از برنامه تسلیحات اتمی دست بر نداشته است نمیتوان از میان روی صحبت کرد. اما ملاها اجازه نخواهند داد هیچ یک از اینها محقق شود، زیرا این امر حکومت آنها را به زیر می کشد. دتلگراف می افزاید برابر این خطرناکترین و شیطانیترین رژیم در خاورمیانه بر موج ترورها در داخل و خارج کشور سوار است، اما در غرب
با تحریف به عنوان یک دولت جدید میانه رو نشان داده می شود. با این امید که می توان با آن تجارت کرد و کمترین مورد در مورد طرح‌های آن برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای که روحانی در این مورد قبلا ما را فریب داده است و بدون هیچ شکی قصد دارد به این کار ادامه دهد.